اردوان روزبه روزنامه نگار اینجا همراه من در استودیو. آقای روزبه خیلی خوش آمدید. جزئیات رو شنیدیم در گزارش همکار میترا بختیاری. آیا به نظر شما یک بعد پنهانی میتونه داشته باشه حمله که در مشهد انجام شده؟ با شجاعت میتونم بگم از ساعت 2 به وقت ایران که من خبر رو شنیدم از مشهد، به دلیل که به هر حال من یک خبرنگار مشهدی هستم، با مجموعه خبری مشهدی که در تماس بودم، چند بود در مسئله برای من خیلی پیچیده بود که هنوز روشن نشده. اولین فیلم هایی که آمد بیرون، فردی است با لباس حالا به قول معروف بلوچی یا حالا هر چی که اسمش رو میذارن، که ضارب یه فرد بلوچی است در وسط صحنی در حرم امام رضا. اولین مسئله این هستش که گیت های امنیتی از دوره انفجار حرم در روز عاشورا تا که بیش از نزدیک حدود 20 سال 20 خورده سال میگذره، گیت های امنیتی وجود داره، تونل های اکس ری وجود داره و اصولا کسی نمیتونه به این راحتی چیزی رو حمل کنه و داخل بیاره. اونم چاقوی که عکسش منتشر شده خب خیلی چیز کوچیکی نیستش. نکته دوم که فرد با لباس بلوچی داره این کار میکنه که اصولا در شهر مشهد پوشیدن لباس بلوچی اصلا عرف نیست و کسی که میخواد یه عملیات این چنین انجام بده بعید به نظر میرسه که اصلا با چنین وضعیتی بخواد وارد بشه. نکته دیگری که وجود داره اینه که این فرد بعد از اینکه این کار کرده سرب کرده آمدن گرفتنش و بردنش و در حال حاضر در سطح مشهد، یک شایعه را الان به وجود آوردن که منابع به طور رسمی نقل میکنن ولی کاملا دهان به دهان داره میگرده، حتی من از بین روزنامه نگار هم دارم میشتم، که احتمال زیادی هستش که فرد، چون اول مطرح شد فرد تبعه خارجی است و این شایعه را به وجود آورد که فرد به هر حال غیر ایرانی است و بعدم در سطح شهر بین روزنامه نگاران غیر رسمی صحبت شده که فرد احتمالاً از اتباع افغانستان هستش، چون منطقه‌ای که گفتن محل زندگیش هست یعنی قلعه ساختمان مشهدی و شرک رجایی، جایی که اصولاً تجمع یعنی بیشتر اتباعی که پناه میارن به اون منطقه ساکن منطقه میشن و این شایعه رو دارن به وجود میارن که خب فرد احتمالاً از اتباع افغانستان هستش. شما میدونید که بعد از جریان جدید طالبان یکی از مشکلات اداره اتباع بیگانه همین مسئله دوباره تجمیع مسئله کنترل افغانستانی ها در شهر هستش که دوباره اون مسئله که در گذشته پیش آمده نیاد و من فکر میکنم یه لایه پنهانی الان وجود داره به لحاظ پروپاگاندای تبلیغاتی. میگم من نمیتونم قطعی حرف بزنم ولی میتونم میگم یه پروپاگاندای تبلیغاتی داره به وجود میاد. امروز تقریبا بعد از این حادثه من دیدم که واحد مرکزی خبر 4 خبر در ارتباط با مسئله افغانستانی های مقیم ایران منتشر کرده و این خیلی غیر عادیه. یعنی اینکه شما بگین 25% دانشگاه های بین المللی ما اتباع افغانستان هستن، بعد دوباره خبر کار بکنید که 500,000 دانش آموز افغانستانی به مدارس ایران دارن میرن و پشمندش اعلام بکنید که رئیس جمهور دستور ویژه داده که تحت یک هیئت مرکزی باید وضعیت افغانستانی های مقیم ایران روشن بشه. به زعم من، فقط من برمیگردم به ارجاع قبلی، به خاطر دارم یه شرط مشابه رو در ارتباط با مسئله مهدی نحوی و اتفاقی که افتاد و بعدها از خود سیستم امنیتی اطلاعاتی درس کرد که در واقع احتمال برنامه‌ریزی وجود داشته، من این رو در کنار همه احتمال‌های دیگه خیلی دور نمی‌بینم. ما آقای روز به واکنش‌ها رو شما در سطح حکومت چطور دیدید و در سطح عموم مردم؟ مسئله در خود مشهد یک نکته اساسی وجود داره، به این دلیل میگم که جای حساسیت داره، به خاطر اینکه شما در حرم امام رضا این شرایط رو میبینید اتفاق افتاد. خب به هر حال برای مشهدی ها و مخصوصا ایرانی ها که شیعیان هستن خب این حساسیت وجود داره، در نتیجه جلوی خیلی از هزار نظرها گرفته میشه. در همین شهر مشهد ما بارها شاهد این بودیم که روحانی که مزاحم مردم شده به خاطر حجاب یا مسائلی از این دست حتی کتک خورده، اما اینقدر حساسیت برانگیز نشده. به نظر من اتفاق در افتادن باعث این شده که مردم به هر حال مجبور شدن یه مدت با سکوت خبری با مسئله برخورد بکنن. اما من در بین مردم که من صحبت میکردم بسیار معتقد بودن که این خیلی غیر عادیه و برای اونها هم این سوال مخصوصا مشهدی ها مطرح بوده که حالا چرا اونجا با این وضعیت. خب مجموعه آستان قدس رضوی، فرماندار مشهد، استاندار خراسان و همه اینها اعلام کردن در یه چارچوبه خیلی کوتاه، همونجوری که میبینین اخبار بسیار گنگه، حال دو طلبه دیگه در بیمارستان بهتره، ما اطلاعات تازه‌ای نداریم، اتباع بیگانه است، همه ما محکوم میکنیم و هیئتی باید به این وضعیت رسیدگی کنه و همین. من فکر میکنم مسئولین به این بسنده کردن تا شاید یه اتاق فکر تصمیم بگیره در مورد نحوه ورود به این بحث.